هموطنان گرامی، سلام و درود بر شما. همه توجهات و نگاه ها به طرف غرب کشور است که در اونجا حوادث جنگی پیچیده و در حقیقت اسرارآمیز در جریان است. ظاهرا بعد از درگیری چندین ساعته اونجا همه چیز در کنترل است، اما گزارش هایی که میرسه از سوقیات نیروهای تازه دم در هر دو طرف سرحد گزارش رسیده. حالا ما میبینیم خب بالاخره این جنگ چگونه مسیری به خود میگیره. اما در این بحث یک مسئله را مطرح میکنیم با جناب سید لقمان، دیپلمات و تحلیلگر مسائل افغانستان منطقه، که این وضعیت که پیش آمده آغاز ما چی میتونیم بگوییم؟ آیا ایران در تلک طالبان گیر آمده افتاده یا طالبان در تلک روسیه و ایران گیر آمده، یا عامل خارج از منطقه در اینجا به حد لنگر انداخته که جز تنش دیگر رای نمانده باشه؟ این احساس شما چی است؟ به جناب شما و تمامی بینندگان جمهوری پنجم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مامون صاحب، قضیه ایران یا مشکل ایران و افغانستان یک قضیه جدید نیست و به شکل افقی باید عرض کنم که این جنگ یعنی متوقع بود که جنگ صورت بگیره، ولی نحوه جنگ را ما شما نمی دانستیم، ولی حال فعلا آغاز شد. این یک موضوع عمومی است، چرا که در توافقنامه دوحه یکی از موضوعات که گوشزد عام خاص بود موضوع ناامنی ایران بود و از طرف دیگر هم موضوع ناامنی آسیای میانه و مشکلات برای چین بود. این که به حال آغازگر ایران است یا افغانستان است، این مورد موضوع اصلی قضیه نیست. موضوع اصلی خود متن و محتوای توافقنامه دوحه و دیدگاه های جهانی و بازی های استخباراتی منطقه و کشورهای همسایه در قبال قضیه است، و خصوصا کشورهایی که در قبال موضوع منافع بزرگ را در طویل مدت در نظر دارند. جناب مامون صاحب، فکر میکنم در مورد سوق الجیشی اساکر و نیروهای مسلح دو طرفین و همزمان توافقنامه آب هرمن با دکتر موسی شفیق و همزمان قضایی که احساسات را بسیار دامن میزنه و این موضوعات را فکر میکنم بار بار در مطبوعات و این موضوع پخش و نشر شده. من فقط میخوایم یک موضوعی را که در مورد این صحبت نشده که او اندیشه فکری جنگ ایران با افغانستان یا با خصوص به طالبان است، یک مقدار بسیار کوتاه خدمت شما بیان بکنیم. اینطور است که جمهوری اسلامی ایران زمانی که در افغانستان کودتای 1700 صورت میگیره، در ایران هم انقلاب اسلامی صورت میگیره. از اون وقت تا امروز ایران تا منزل یک متحول بزرگ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظامی بوده و است، ولی ایران تانسته در طول می چل و چند سال خود را حفظ بکنه و خود را به نیروی یک جاندارم قوی منطقه و کشور اسلامی تبدیل بکنه و از طرف دیگه رهبری شیعه یا مذهب شیعه را به طور احسن اجرا بکنه. بنان در این جنگ فکری یا جنگ اندیشوی جمهوری اسلامی ایران بیشتر در مورد افغانستان پیش قدم هستند، به خاطر اینکه ایران در جنگ عراق، در جنگ سوریه، در جنگ یمن شما مشاهده میکنین، شاهد هستین که اینا پیش قدم هستند، چون از نظر فکری اینا بسیار منسجم عمل میکنن و موفق هم شده. برعکس اهل تسنن که ما همزمان یک جزئی او هستیم، در این قبال بسیار به ناکامی ما یعنی یک تاریخ بسیار دردناک را ما داشتیم و داریم. به گونه مثال مثلا اهل تشیع هیچگاه همدیگر را به قتل نرساندند، ولی اهل تسنن خصوصا در افغانستان حنفی را انتحار کرده. شما این را مشاهده میکنید و این موضوعات جزئی است، ولی به کلیت موضوعی بالاخره ای بر میگرد، چون ما در آخر اگر محاسبه بکنیم این قضایا همش با هم دیگر رابطه بسیار نزدیک داره. حال ایران در یک تقابل قرار گرفته فعلا در این قضیه افغانستان. از یک طرف در طول 40 سال ایران تحت فشارهای تحریم های بسیار شدیدی
و خیم جامعه جهانی قرار داشت و از طرف دیگر زیر سلطه تبلیغات بسیار زهرآگین شیعه‌زدایی خصوصا در افغانستان جریان داشت و این موضوع هم رابطه داره به این قضیه و بالاخره توافقنامه دوحه است که در توافقنامه دوحه اگر شما باید داشته باشین جناب محمود صاحب طالب ها در اون توافقنامه دوحه به صراحت به یک مجلسی که طرفین دولت و طرفین طالبان حضور داشتن گفتن ما مذهب شیعه یعنی فقه شیعه نمیپذیریم در حضور رسانه های بین المللی در حضور سفیرای بین المللی در اما حضور نمایندگان بین حرفتان المللی یادتان نره که کاظمی قمی سفیر بله ایران در کابل گفت که ما دوش به دوش طالبان از مفاد توافقنامه دوحه حمایت کردیم. این چه تناقض است پس؟ بله اینه میره میخواستم جناب محمود این خب سیاست های جهانی برمی مستوار است و این سیاست های و این موضوعی را که طالب هم وقت نشر کرد به اختیار خود ایره نشر نکرد چون در عقب نمی بازی که امروز جنگ جریان داره این جزء نمو تبلیغات بود و ای که ایران یا جمهوری اسلامی ایران با طالبا با در یک بزکشی با امریکا در تقابل و به خاطر راضی ساختن طالبا وقت ضایع کردن که ایره احمدی نژاد هم قبلا اخطار داده بود یعنی هشدار داده بود که شما با طالبان متوجه باشین طالبان کسانی نیست که با شما متعهد باشه یا بتانه از او محاسبه درست را ما شما اخذ بکنیم بنان در این قضیه این تمام موضوعات با همدیگر رابطه دارد چون ایران از یک طرف با یک جنگ منظم همیشه تجربه داشته و با یک جنگ منظم و جنگ نیابتی روبرو بوده ولی در ای بار اول است که با یک جنگ مستقیم که در حدود و داخل سرحدات ایران ممکن است که نفوذ بکنه ای روبرو میشه و این قضیه متحمل بود چه یعنی متوقع بود که باید قضیه رخ بده که امروز رخ داد ولی ما فکر نکنم که ایران این جنگ را تحمل بکنه و به طور فوری از این جنگ جلوگیری میکنه به خاطر اینکه ایران چند ضررهای بزرگ را در این جنگ ممکن است که در آینده نزدیک یعنی این موضوع را اینا ببینند اولی که ایران از چیزی که زیاد میترسه موضوع جنگ یا دامن زدن موضوع شیعه و سنی در منطقه است و زمین سازی قبلا در این مورد صورت گرفته و اگر این جنگ صورت بگیره به شکل رسمی یعنی ایران رسما اعلان بکنه که ما با طالبان در جنگ هستیم بنان این قضیه حتمی است که جنگ صورت میگیره و این طرف طالب در این قضیه بسیار تاثیر آقا نداره صاحب، یک چیز است که ایران خاصیتش است ای که با ارتش منظم خود در نزدیک سرحدات خود نمی جنگد. بحث عراق یک استثناء بود که در برابر عمل انجام شده قرار گرفته بود. ایران متخصص جنگ نیابتی است و ما شما می فهمیم که ایران در افغانستان از هر قوم یک لشکر نیابتی دارد. دیگه اینجا طالبا را با خشون مستقیم خود تهدید نمی کنه، اما دستجات هزاران هزار قطعات خاص نیابتی داره، هم از داخل افغانستان در دا جانش اعلام میکنه، هم از پیش خودش که از او را وارد میکنه. به این ترتیب یعنی خطر طالبان به ایران باز منتفی میشه، یعنی به اصطلاح طالب درگیر یک جنگ داخلی می سازه که بیخی جنگ سرحدات یادش بره. جناب ماموس دو قضیه است من موضوع شما را کاملا تایید میکنم ولی جزء قضیه است به طور است که اگر جنگ در زیر سلطه طالبان صورت بگیره جنگ موفق نمیشه و طالب و مو فرمودی شما کاملا بجاست که اونا از به اصطلاح گروه های نیابتی خود استفاده میکنن و دقیقاً در هر سمت و در هر ولایت و به هر گروه اینا افراد خود را دارن که از او استفاده بکنن و در این شرایط زمانی یا مقطع زمانی افغانستان آسیب پذیری هایی را هم داره که مردم با جانب ایران استاد میشه خصوصا در تقابل با مظالمی که طالب ها کرده یا دل سردی که مردم از طالب ها داره اینا با ایران استاد میشن ولو که شیعه باشه یا سنی باشه هر کسی باشه اینا میخوان که طالبان را سرکوب بکنن چون مردم درد رسیده و این یک نقطه بسیار مثبت برای ایران پنداشته میشه که اگر از این موقع استفاده بکنه اما و یک ایرانی نقطه مهارت هم منفی هم داره است، یک نقطه بله منفی هم است به خاطر از اینکه در طرف طالبان یک نوع بله احساسات ملیگرایی در بین افغان ها چی میکنه گسترش پیدا میکنه. هر کس بر فکر و اندیشه کس یک رقم یک
در وقتی که با یک نیروی اجنبی در تقابل قرار می گیرند، اینا خود جمع بندی می کنند. این یک نوع به اصطلاح این سرمایه ها در کلش به جیب طالبان نمی ریزه در این شرایط. جناب محمود صاحب، دو بودش، یک بودی که خدمت شما عرض کردم می بود، بودی بین المللی، اگر این جنگ به بود بین المللی برسد، در اون صورت ایران بسیار متضرر می شود. من خدمت شما عرض کردم که طالب ها این توانایی را ندارند که آسیب پذیری های زیاد را دارند. درست است که طالب ها هم به اصطلاح فرصت های را دارند، یعنی این تو چانس های دارند که از احساسات ملی مردم استفاده بکنند و مردم هم از طالب ها حمایت میکنند در این شرایط فعلی، و این یک چانس طلایی برای طالب ها است، چون که مردم دیگه مجبورن که تمام جنایات طالبان رو فراموش بکنن، در چون موضوع موضوع تمامیت ارضی و موضوع منافع مصالح بزرگ اولای کشور است، من در جانب طالبان استان بشن. ولی طالبان آیا این ظرفیت داره که از این موقع استفاده بکنه؟ امی بینش داره که از مردم به میت یک شرایط استفاده بکنه، امو نرمش را یا امو آرامش را به مردم اینا به اصطلاح میتونن که او ثابت بکنن یا میتونن که او را تطبیق بکنن که تا این مردم با جانب طالب استفاده بکنه؟ ای کاش طالب این ظرفیت می داشت. طرف دیگه جناب محمود سیریز که باز هم طالب ها نقاط آسیب پذیری داره و نقاط به اصطلاح فرصت، و هم ایرانی ها، یعنی در تقابل با همدیگر قرار دارن. اگر این جنگ از سلطه طالب ها خارج شود، در گروه گروه های استخباراتی خطرناک تجربه دار منطقوی قرار بگیره، در اون صورت باز ایران بسیار متضرر میشه، به این معنا که ممکن است که از مراکز انتحاری پاکستان استفاده صورت بگیره، به خاطر اینکه پاکستان هم در این مقطع زمانی در دنبال یک فرصت است که چطور میتونه کشورهای متخاصم ایران از این فرصت استفاده بکنه و پاکستان را وادار به این بکنه که اینا گروه های نیابتی به اصطلاح آزمایش دیده انتحاری را از مدارس پاکستان جمع بکنه، به خاطر موضوع شیعه و سنی بفرسته به این جنگ، و از طرف دیگه میلیاردها دلار حاصل بکنه و حکومت خود دوباره اعاده بکنه. یک فرصت است برای پاکستان، هم بسیار خطر است، چون قضیه شیعه و سنی بسیار در اینجا جناب ماموس از نظر بازی های استخباراتی کشورهای دور و نزدیک بسیار ای ممکن است که به وقوع بپیونده که به تباهی افغانستان و ایران هر دو بالاخره می انجامد، و خدا کنه که ای تو یک یقصیل چیز نشه. است ولی که همه جنگ مذهب در افغانستان هیچ دیده نشده. یک در زمان شاه محمود عبدالی، در شاه محمود صدوزایی، در اون زمان در کابل هم یک چیز شد که او هم کار انگلیس بود. در مسائل مذهب در افغانستان زیاد مسائل مذهبی نمیچسبه. او کسایی که مثلا حمله میکنن برای اماکن مذهبی، اونا کلا همون مربوط مفرزای که بودن که از پاکستان می آمدن و عربستان پولشان را میداد به یک شکل. حالا اینجا در تقابل با ایران، خب ایران اول طالبا خود چیز نکرده بودن، اولین به اصطلاح انداخته یا اولی توپچی که انداخت کرد ایران کرد. در ظرف 2 روز سه مقام ایرانی به طالبا هشدار داد که اگر آب نتین چطور، اگر عقابه، هیچ کس خبر نداشت که عقابه چی. از سالها آب رفته بود و سالها هم وقتی که موسم خشکسالی بود آب نرفته بود و ایران ایر درک میکرد، اما دفعتا ایر به یک مضمون ملی تبدیل کردن. این چی معنا؟ آیا یعنی مطابق برنامه ریزی های پس از خروج امریکا از افغانستان چیزایی در جریان است که ما نمی بینیم، اونا می بینن، می خواهند پیش دستی بکنن، طالب درگیر یک جنگ بسازن در یک نقطه و داخل شون سرش از دیگه نقطه. ای گپ خود به نظرتون شما نمیه؟ مثلا کاملا درست اگر جناب اینا محمود صاحب. جنگی اگر اینا جنگی در میگیره در غرب، شما تصور میکنید که شمال دفاع کرده میتونه طالب؟ جناب محمود صاحب، من کاملا با شما موافق هستم. تمام صحبت های شما و نظریاتی که پیرامون قضیه پیشکش میکرده از طرف همه کارشناس قابل سنجش است، قابل تطبیق است، به خاطر اینکه بازی بسیار پیچیده است جناب محمود صاحب. در مورد جنگ شیعه و سنی دقیقا افغانستان هیچگاه تاریخ یا ثبت
در تاریخ خود ثبت جنگ شیعه و سنی را نداشته و مردم هم علاقه نداشته. مردم افغانستان در طول تاریخ یعنی متفق ترین و متحد ترین در تقابل با شیعه و سنی در افغانستان در اگر مقایسه بکنیم با کشورهای اسلامی دیگر بوده و در طول تاریخ اینمی قسم به این منوال ادامه داشته. یک نقطه مثبت است، کاملا درست است. بازم خدمت شما عرض کردم جناب مهمون، اگر این جنگ از سلطه طالبان و سلطه ایرانی ها خارج شود و دسترس استخبارات بین المللی برسد، در او صورت امکان گپا بسیار پیشتر استخبارات میره. بین المللی هست، یعنی تا این جای کار، تا مسئله که تا اینجا رسیده استخبارات بین المللی است، این خود خب خود اینان جناب مهمون، نمیشه. جناب مهمون ببینیم که اینا موفق میشن یا نمیشن. امی گرایش و امی ظرفیت و امی فهم و دانش طالبان دارد، این موضوع را در این موقع درک میکنن که ما فعلا حکومت ما رسمی نیست و ما در یک موقعیت جنگی و حربی نیستیم که ما بتوانیم در با یک کشور منظم و مرتب مانند ایران جنگ بکنیم. آیا طالب اینمی ظرفیت دارد؟ آیا طالب متفق و متحد هستند در بین خود؟ خوینا در داخل خودم به خاطر قدرت به اصطلاح مختلف هستند و نزاع دارن، مشکلات دارن. و دوم دیگه که جناب مهمون صاحب، جنگ افغانستان همیشه جنگ های مضمونی به اصطلاح بیرونی و استخباراتی بوده، هیچ وقت عامل جنگ افغانستان نبوده. یک ایران فعلا در این قضیه پیش قدم شده یا خود را در اذهان عامه مورد ملامتی قرار داده، بدون شک که در عقب قضایای بزرگ نهفته است که اونا از نظر استخباراتی این موضوع را آگاه هستند. ما شما شاهد این قضیه هستیم که گروه های چندین ملیتی تروریستی در افغانستان مستقر است. اینا به خاطر چی مستقر است؟ اینا را کی تمویل میکنه؟ اینا را کی اصل همیته؟ اینا به خاطر چی در افغانستان آمده؟ حال خود در افغانستان نظام اسلامی به فرمایش خود از اینا حال حاکمیت داره و امیرالمومنین دارن، بناهن این گروه های اسلامی چی میکنه در اینجا؟ یه خود سوال است که استخبارات اونا ایره حلاجی کردن، درک کردن، میدانن که قضیه چی است. بنابراین اونا الوقایت و افضل من العلاج به این موضوع مراجعه میکنند که اونا میبینن که در عقب قضیه چی است. به خاطر از اینکه ای کاش که طالب یک گروه به اصطلاح آزاد می بود، طالب یک گروه می بود که ممثل آینده افغانستان می بود، طالب یک گروه می بود که توانایی تولیدی، فکری، سیاسی، خب این نظامی چیزی است که اقتصادی طالب در داشت. حدی است که اگر بخوایم، حال مثلا در بین طالب ها کسایی است که میخوایم اینطور باشه اما نمیتانه، خب نمیتونه جناب چون محمود، دیر شده، چون دیر شده به خاطر از اینکه اونا کلش پیش در پیش محاصره هستن، هم از طریق از طرف پاکستان، هم از طرف قطر، هم از طرف امریکا، حتی حال از مفرزای اسرائیلی رو نام برده میشه به تحت پوشش که اونا نمیتونن. این حال اینجا این همزمان است با هشدارهایی که روسیه هم داد و وزیر دفاع روسیه هشدار داد که مجموعه گروه های تروریستی اینجا به یک خطر تبدیل شده. ما شد باز بعد از او مسئله درگیری های مرزی پیش آمده. بازم طالب دیپلماسی اولین بار است طالب با اینما قدر خوی خواص و سرکشه که داره دیپلماسی نرم پیش گرفته، متوجه قضیه را فهمیده، اما تبلیغات ایران داغ است. اینی را یک رقم نامتعارف دیده میشه، دلیل ازی چی است؟ جناب مهمون صاحب، شما بهتر میدانید که فعلا روسیه و چین در جنگ اوکراین مصروف مشغول هستند، هم در بازی نظامی و هم در بازی دیپلماسی و هم استخباراتی و هم اقتصادی. حتی بنابراین در این تو یک مقطع زمانی افغانستان را فکر میکنم به نظر ما یا به تصور ما که اینها افغانستان را واگذار کردن به ایران تا افغانستان کنترل تحت کنترل ای قدرت های نوظهور باشه و از طرف دیگه ایران در افغانستان از نظر استخباراتی دست بالایی داره و تجارب بسیار کافی و شافی داره، میتونه که قضیه را بهتر مدیریت بکنه. این یعنی آب را بدون، بهانه یعنی گرفته. بدون مفاهمه با پاکستان. دقیقا پاکستان در این قضیه به این خاطر دخیل نیست که پاکستان کسایی هستند یا مسئول درجه اول آوردن طالبان در قدرت با امریکایی ها شانه به شانه هستند، چرا که پاکستانی ها در قضیه طالب ها با تمام جهان وعده دادن که ما از طریق طالب ها منافع شما را برآورده می سازیم. بنان در این قضیه ایران بالای پاکستان
اعتبار و اعتبار نداره، به خاطر از اینکه طالبان پرورده پاکستان است نه ایران. ایران در یک مقطع زمانی خود را با طالبان وصل کردن، یک به شکل فرعی یا به شکل مقطعی یا به شکل به اصطلاح بگیم بازارکی خود با به خاطر منافع خود، یا میخواهد که یک بزکشی به شکل بزکشی طالبان را به طرف خود بکشانند، در حالی که ایران قضیه را میداند. باز هم ما صحبت های یا هشدار احمدی نژاد بسیار جدی میگیرم. احمدی نژاد چون یک رئیس جمهور بسیار کنجکا و این قضایه را از نظر امنیتی درست تحلیل و ارزیابی کرده بود، او قضیه را گفت به شکل به صراحت که شما طالبان از شما نمیشه، شما متوجه قضیه باشد. آل ایران که این بازی موش و پیشک با طالبان شروع کرده، یک بار دوست و یک بار دشمن و یک بار میبره سفارت برش میته، بار دیگر اینا را توصیف میکنه، بار دیگر از طریق رسانه ها اینا را تقویه میکنه، برنامه میته تا اینکه حتی اینا گفت در نماینده افغانستان. کل مردم افغانستان است. بله، خب امی چندین موضوع را جناب محمود صاحب من شاهد هستم، یعنی ثبوت دارم که ایران در عقب او قرار داشته. مثلا یک طفلکی که در هلمند بود یا در نیمروز بود، یک بار در چاه افتید، از نظر رسانه‌ای تمام رهبرای طالبان رفتن و این پروژه ایران بود که او طفلکم بالاخره فوت کرد، نتونست او را زنده نتونست نجات بدن. موضوع دومی نمی یک کس به نام یکی از برادرای هزاره مو یک موتر جور کرد که در عقب از استخبارات ایران قرار دارد، چون که میخواستن که روی طالبان را به مردم سفید نشان بدن که طالبان کسایی نیست که شما فکر میکنید، یعنی محترم میسازن، طرفدار محترم هستند. ببینن موضوع حتی همین معالجه پدری ها جناب ممسه، من کاملا شک دارم، ثابت نمیتونم، ولی شک دارم، شک بسیار قوی است که ای هم ای تیر از مردم خود درست اینا درک ندارن، این بسیار تاثیر مثبت کرده. حتی رنگ مولی تاکسی ها یگپا کلش برنامه ایران است که در عقب طالبان قرار دارد. طالبان اینا تقویت کردن، تقویت میکنن، چون هر کشور مطابق به منافع و مصالح خود حرکت میکنه. جناب محمود، در دنیای سیاست دشمنی و دوستی وجود ندارد، شب دشمن میباشه، روز دوست میشه، روز دوست میباشه، شب دشمن میشه، چون خب منافع و مصالح حالا دو کشورها مطرح اینجا فرق یک است. رویارویی پیدا شده، یعنی ایتو امکان از این وجود داره که طالبا ببینیم متقی وزیر خارجه میگه که بسیار یک گپ مهم است، چرا این مباحث در بین طالبا حال تو زنده دیده میشه، میگه جهان به طرف چند قطبی شدن روان است و ما باید خود مطابق سیاست های دنیای چند قطبی عیار بکنیم، یعنی متقین میگه پزد ای به این معناست که اینا یک بخشی از طالبا با ایران به هر شکلی باشد در تفاهم خود نگاه میکنه، اما گروه دیگی که تحت کنترل از اینا نیست در تشکیلات نظامی، یعنی به اصطلاح خودسر وجود داره، ممکن است اینا را به جنگ بکشانند، چون این چیزی در بین طالبا دیده میشه. یک گروهش خب، اما گروهی هم که یک مقدار دیپلماسی میکنه در برابر ایران میخواهند که یک فرصت تنفس پیدا بکنند، چرا اینا از خود صاحب دارن، طالبا صاحب منطقه ای دارن، صاحب بین المللی دارن و صاحب عربی دارن، ایره ایرانیا کاملا میفهمند. بنان اگر ایطور باشه پس موقعیت طالب چی نوا؟ این ثبات طالب، موقعیت طالب بین مردم افغانستان و بین ایران و سر و کله زدن با دیگه قدرت هایی که با اینا تماس داره، اینا میتونن توازن حفظ بکنن؟ جناب محمود صاحب، طالب شما با سه دسته تقسیم کردین، کاملا با شما موافق هستم. اولا طالبان در این تجربه 2 ساله خود به این پویایی رسیدن که ما نمیتونیم در یک مقطع زمانی با مردم هم درگیر باشیم، با قدرت هایی که ما را تمویل میکنه، تمویل کرده سالها، ما هم درگیر باشیم و از طرف دیگر به ضرورت ها نیازمندی های کشورهای منطقه هم ما پاسخ بدیم. طالبان موقعیت خود را درک کردن و این را میدانند که ما از نظر نیرو و توانایی این ظرفیت و این توانایی و قدرت نداریم، بنان بیشتر خردمندانه و عقلمندانه دست به کار میشن و صحبتهایشان که شما به او اشاره کردین. و گروه دومی که کاملا احساساتی هستند، هر چیزی را در
قلمرو جنگ و خشونت و قتل و قتال میبینن، اینا هنوز بی اطلاع هستن، بی خبر هستن در رمو افکار یا ذهنشویی شهید و غازی و الله جنت میریم و به هر چیز به شهادت و هر چیز به آخرت وصل کردن. او گروهی است که هنوز متاسفانه هنوز فهم دقیق از وضعیت و از قدرت توانای خود ندارد، چون اینا بسیار زیاد در 20 سال جمهوریت از نظر فکری اینا بسیار به شکل مبالغه آمیز اینا توصیف شدن، تمجید شدن فلان، اینا امو فکر تا هنوز در اذهانشان هست. اینا از نظر عقل و منطق و خرد ایر سنجش نمی کنیم که آیا ما میتونیم، ما همی قدرت داریم که به این مقطع زمان فکر میکنن که دیگه نیروی به اصطلاح خداداد در عقب ماست، ما هر کار را بکنیم موفق بشیم. گروه سوم یک که از جناب معنوس به او شما اشاره کردین موضوع است که اینا جنگ قدرت است، اینا در بین خود در مقابل قدرت، و این در تاریخ افغانستان این ثبت شده و این در تاریخ افغانستان وجود داشته، همیشه این وجود داشته می باشد که اینا در مقابل قدرت با همدیگر ممکن است به هر نوع تعامل جنگی و سیاسی اینا متوجه باشند، یا به اصطلاح همدیگر متضرر بسازند، یا همدیگر به اصطلاح از بین حذف بکنند. این تو امکانات هم میره، علی که مقطع زمانی که ایران فعلا یک قضیه پیداش اینا متفق شدن از نظر شکلی، ای فکر میکنم تاثیرگذار نیست و ممکن است که ایران از امی اختلافات طالبان به سود خود استفاده بکنه. یعنی ممکن است که در این مقطع زمانی یک گروه طالب را بسیار تشویق و ترغیب بکنه و نفع خود بچرخانه و طرف دیگه را دشمن تلقی بکنه و در این مقطع زمانی از استفاده بکنه، چون ایران این تجربه را هم کاملا دارد. و از طرف دیگه دشمنای بین المللی جناب ماموس با شما موافق هستم، اگر طالبان این ظرفیت، یعنی ظرفیت مدیریتی کنترل جنگ نداشته باشند، بدون شک ای در اداره جنگ و در اداره استخبارات بین المللی و کشورهای متخاصم با ایران ای در او گروه اونا قرار میگیره و اونا وضع بدتر و بدتر میسازند. اونا کسایی هستند که اونا به خاطر افغانستان و ایران فکر نمی کنند، اونا منافع و مصالح خود را دنبال می کنند. این که مردم افغانستان کشته میشه، از بین میره یا طالب از بین میره، هیچ برای ما مهم نیست، هیچ اهمیتی نداره. و همزمان اگر ایران تخریب میشه عین قضیه است. آقا صاحب، در این خلال شما دست سه دسته را که تشریح کردین، همزمان گزارش های است، رسمی نیست، گزارش های است که تماس های ایرانی ها با دستجات مسلح مخالف طالبا در جریان است، هم در سطح منطقه و هم در خارج از کشور. این چیزا وجود داره و انقریب به سلام شکل و شمایل خود نشان میده. با توجه به یک قشر چهارمی هم در بین طالبا ظهور کرده، یک قشر بسیار متحور و بسیار رادیکال که وظیفهشان مثلا مبارزه با زبان فارسی و فرهنگ زدایی فارسی است. گروپ های هستند که یک تشکلات خاصی دارند، از نظر خصلت خود کاملا طالب بومی هم نیستن، اما بسیار مقرب شدن در داخل دم دستگاه طالبان جایگیر هستند و کاملا در زدایش زبان فارسی مثلا اینا کار میکنن. چنانچه ما دیدیم در وقتی که تیاره آریانا یک محفلش بود که محفل گرفته بودن که پروازهای آریانا شروع شود، جای زبان فارسی رو مثلا داده بودن به چینی و همچنان یک نوع فرهنگ زدایی در تمامی عرصه ها، در عرصه مثلا اداری، در عرصه مکتوب نویسی و در تمامی عرصه ها، لوحه ها کاملا با شدت عمل ادامه داره. مثل دوره اشرف غنی که یک وزیر میخیستم یک کلمه خود ما کم میکرد، خود که کلگی برابر میکرد، اما میگفت که نه اینمی باشه، این نگارستان باشه و نباشه و گالری باشه. یک قشر دیگه در بین طالب اینیا است. اینا در یک انگیزی است که اگر بر طالب به اصطلاح ترتیبات گرفته میشه که از چند طرف طالب در یک منجنیق برابر بکنن، یک گروهی که میتونه نقطه ضعف طالب است اینمی نقطه هم است و اینا درگیر یک تنش بسیار شدید در سه داخلی میشن و ایران حتما این کار میکنه.
دقیقا جناب آموزه، من کاملا با شما موافق هستم، فقط به یک مقدار شرح متفاوت تر. اینطور است که موضوع فرهنگ زدایی اصل می جنگ و اصل می مبارزه را تشکیل می ده. شما جناب ماموس بیاد دارین که طالبان در دور اول اولین کار کردن بت بامیان را تخریب کردن. شما می دانین که بت بامیان به افغانستان چند نفع بزرگ را داشت. اولا از نظر اقتصادی ممکن است که میلیاردها دلار ما سالانه از طریق عایدات سیاحت کشورهایی که معتقد به بودا بودن می داشتیم. یک ضرر. ضرر دومی که از نظر تاریخی قدامت 2500 سال داشت، این برای افغانستان یک نقطه بسیار جالب و پر افتخار بود. سومی که جهانی که با کشور بودایی هستند، خصوصا بودایا در سطح جهان امروز بسیار مطرح هستند و بیشتری نفوس هم دارند، اینا با افغانستان یک دلبستگی داشتند. اینا معتقد بودند که خدایشان در افغانستان است. اینا قطع کردند. چهارم که بسیار زیاد مهم است جناب محمود سبویی است که حضرت عمر و حضرت علی و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم وقتی که افغانستان فتح شد، اینا این مجسمه را تخریب نکردند. یعنی طالب اتو یک نشان دادن که علیه بالله از اینا که اینا بهتر هستند، که عملشان غیر اسلامی بودن اینا را تثبیت می سازند. پنجم موضوعی که بسیار مهمتر از این است که خداوند جل جلاله می فرمایه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عدوا من غير علم. شما مگه به دین کسی، به مذهب کسی، به معتقدات کسی تجاوز و تعدی نکنین به خاطر زیکو ناخواسته به خدا و به اعتقادات شما تجاوز و تعدی میکنه. بنابراین اینجا طالب این کار کرده و این دونست که طالب بیره به اصطلاح دنبال نکرده. باز در صفات شمال اینا کتابخانه که در شمالی در دادن سوختاندن در دوره اول این موضوع، در او وقت هم این کار کردن، لوحات را تغییر داد. امی بار که آمدن اولین کارشان که بود در قبر قهرمان ملی احمد شاه مسعود رقص و پایکوبی کردن، که این نظر اسلامی، نه از نظر اخلاقی، اینا نه از میرن نظر اینا خو یک چیز است که اینا بسیار تاثیر این مسائل اینا میفهمن یا نمیفهمن، میرن در زادگاه مولانا جلال الدین بلخی از اونجا در صورت از او چلیپای سیاه میکشن. جناب مبوس و به میرم این معمول ترتیب میگم، است. من نقطه وار کلش میگم، رفتن تندیس عبدالعلی مزاری را، یعنی یک قوم هزاره را آزرده ساختن از خود. یا مثلا رفتن امیر شیر نوایی شاعر معروف ازبک تبار را گرفتن تندیس تخریب کردن. این کلش علامات است که ما ایر شاهد هستیم، فعلا در اردوها موجود است، اتهام هم نیست. دانشگاه هرات که اکثریت فارسی زبان هستند رفتن او را به پشتو تغییر دادن، دانشگاه بامیان تغییر دادن. بنابراین یک ثبوت وجود ندارد، صدها ثبوت وجود دارد. بنابراین این کار طالبان کردن، ای که ای در عقب ای کی است، ای برای ما مهم نیست. ای مهم است که عمل کرده کی انجام داد. ولی طالب خود ادعا میکنه که ما به 7 کشور شکست دادیم، ما یک گروه اسلامی هستیم، ما امیر المؤمنین هستیم. ای چه رقم امیر المؤمنین است که یک قوم دیگر تحمل نداره؟ ای چه رقم امیر المؤمنین است که یک مذهب دیگر تحمل نداره؟ ای خو در تضاد با متون اسلامی قرار داره. به مو خاطر است که ما میگیم اسلام طالب اسلام جعلی است، به خاطر است که ما از نظر دینی یا از نظر اکادمیک موضوع را ادعا میکنیم و ادعا را ثابت میکنیم. هر طالبی که بیای ما برشان ثابت میسازیم دین شما دین جعلی و استخباراتی است، بر مبنای وفق اسلام اصلا این قرار ندارد. بنابراین جناب ممنون صاحب، این قضیه تو نیست و حوصله مردم اینا زیر آزمایش قرار گرفته. زمانی که در خانه یک انسان، در زبان یک انسان، در لباس یک انسان، در زندگی روزمرگی یک انسان، در بین زوج و زوجهش مداخله میکنن، دیگه خب برای مردم چیزی نمانده. اقتصاد خوبی از اون فلج کردن، زندگی رو فلج کردن، تحصیل رو فلج کردن، قانون را و همچنان تمام موضوعات ارزشی که یک کشور به او استوار است تمامش فلج کردن، دیگه خب چیزی نمانده برای مردم. صدها هزار دانشمند و نخبه و تجربه دار و به اصطلاح کسب کار از افغانستان فرار کرد، سازهای دانشگاه را میگیرن، لتکوب میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن، دیگه خود چیزی نمانده که برای جنگ چیزی مانده باشه. پس به این بنان ترتیب، به این ترتیب یعنی این منازعه هم در سطح داخل و هم در یک کشور همسایه، این جنگ تغییر شکل میده و خود یعنی بالاخره دقیقا چی میشه؟ جناب مامون صاحب، اگر طالب خود اصلاح نکنه، هم از نظر سیاسی هم این از نظر بیخی حقیقی، بیغم باشین که طالب یک پدیده اصلاح پذیر نیست. طالب اونمو چیزی است که هست. بنان اینا باز انتظار نتایج هم داشته باشد. اینا را بفهمن که اینا بر ضد اسلام که عمل میکنن، بر ضد فرهنگ که عمل میکنن و این فرهنگ مشترک افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان است. تنها این نیست که یک 14 حوزه
در کشورهای مشتمل به این فرهنگ هستند. موضوع نوروز است، موضوعات است که دهها سال دامن زده میشه. بنابراین این موضوع تو نیست که مردم دیگه تا آخر تماشاگر می باشه و سینما سینا فیلم اجرا میکنه و مردم میبینه. مردم بالاخره روز به روز احساساتشون بالا میره و ایران میتونه از این فرصت بسیار یک استفاده بزرگ بکنه. ایران توانایی علمی و اکادمیک و تبلیغاتی را بسیار فوق العاده دارد. ایران کشوری است که کشورهای عربی را به طور مجموع تحت به اصطلاح شعارهای تبلیغاتی قرار داده. ایران یعنی کشورهای عربی 22 کشور عربی است. ادبیات که عرب ها یا کتاب هایی که سالانه عرب ها صادر میکنه، ایران کتاب های بیشتر از 22 کشور عربی است. شما فکر کنید که ایران به کدام توانایی قرار دارد؟ یعنی به زبان فارسی، البته اونا به کشور عربی. اینا در یک تقابل با یک فرهنگ عربی قرار دارد. بنابراین افغانستان برای اونا هیچ کدام ارزشی نداره. اگر بخواین یک جنگ داخلی خطرناک را دامن بزنن که طالب باز خود فراموش بکنه، باز خودشان میگروزد. رقم 2001 باز خودشان میرن در کوته و در کویته و در پیشاور و در رئیس اسماعیل خان هم یالم در اوج خانه خریدن. تا گزارشات را که ما دارم پیشتر از پاکستان یک کس زنگ زد نمی لحظه وزیر خارجهش در پاکستان زمین خریداری میکنه و تمام مقامات پاکستان در طالبان در پاکستان به اصطلاح سوپرمارکت میخرن، دکان میسازن، تجارت آغاز بسیار میکنن، بلند منزلا خانه دارم، میخرن، بسیار زمین. سرمایه بزرگ است. بنان جناب محمود سبی کلش قرائن و شواهد ای به اثبات میرسانه که متاسفانه افغانستان در یک وضعیت بسیار بحرانی نادیده و به اصطلاح غیر ملموس قرار دارد که بزرگا و کسایی که به افغانستان دلسوز هستند، اهم از پشتون، تاجیک، ازبک، ترکمن و هزاره ها، باید از این کلاگیر قضیه غرق جلوگیری کرده، بکنند. یک قومیتی کلاگیر غرق کرده. خامی رگم جناب محمد سوال حقیقت مردم گفته نمیتونه. حالا در یک فیسبوک که ما از یک قضیه نوشته کنن فورا میرن در خانه اون نفر رو توهین و تحقیر میکنن، تهدید به مرگ میکنن. اینی طور یک وضعیت است. وضعیت خارج از محیطه اخلاق انسانی است. اسلامی را خب بمان که اسلامی وجود نداره، حتی از حیطه انسانی است. مردم به یک حالت است که امروز شما خو ایران میگین یا ما ایران میگیم، ولو که در تقابل طالب اسرائیل قرار بگیره، مردم با طرف اسرائیل قرار بگیره به خاطر از اینکه اسرائیل طالب در تقابلش نیست که اتفاقا در پشت شاید باشه. به خاطر از اینکه در قاعده اسلامی جناب محمود صاحب ای است که میگه رئیس جمهور یا مالک، ملک یا پادشاه که کافر باشه عادل باشه بهتر است از رئیس جمهور یا ملک یا پادشاه که مسلمان باشه ظالم باشه. این قاعده اسلامی است، چون اسلام به خاطر منافع مردم، به خاطر منافع بشریت آمده، به خاطر یک گروه نه آمده، به خاطر یک مذهب و یک عقیده و باور نه آمده جناب محمود صاحب. بنان خب مردم یعنی بازم از سرجم صحبت های خود که ما جمع کنیم گپ ایتو نتیجه گرفته میتونیم که طالب ناگهان درگیری نمیت یک موضوع شد. بسیار ایرانی ها را می نواخت، بسیار رفیق بودن، بسیار می نواختن، یک دم ایره متعجب ساخته، تکان داده، شوب داد طالبه. آیا یعنی ایران طالبه در تلک خود گرفتار کرد به یک بهانه، تا که دقیقا جناب ای خوب مرحله اول است، در پشت از این شاید وقایع دیگه باشه که ما در هفته‌های آینده ببینیم. جناب محمود صاحب، جمهوری اسلامی ایران با فهم بزرگ استخباراتی که در منطقه دارد با طالبان در یک تعامل سیاسی از در بزکشی با آمریکا طالب نوازی کرد، ولی امروز امو حاصل او را میچشد. یعنی ما و شما مسئله داره میگه باری کج به منزل نمیرسنی، امو قضیه است و این که قضیه است که بسیاری از سیاستمدارای ایران به این موضوع پی برده بودند و دولت هشدار میداد، غیر احمدی نژاد و حتی در افغانستان هم ما شما پی برده بودیم که بالاخره طالبا، یعنی افراد عادی حتی در افغانستان به این قضیه پی برده بودن که پیوند طالبا یا پیوند نامتجانس ایران و طالب هیچ وقت به نتیجه نمیرسد. بنابراین این موضوع فعلا و ایران بدون شک که با شرکای بین المللی، با چین، با روسیه، با هندوستان حتی این موضوع را شریک ساخته، چون که طالب یک پروژه است که به خاطر ناامن کردن منطقه آمده. بنان او مردم الوقایت و افضل من العلاج، قبل از اینکه تعرض صورت بگیره اینا خونسا میکنن، او را به اصطلاح از ریشه ریشکن میسازن.
ریشهش خشک می سازد. خب بنابراین این نمی یک یعنی فرصت خوبی است. اصل کار در یک جای دیگه است. دقیقا 100% 100 به خاطر از گناه از نظر استخباراتی قضایا را همه را می دانند. اونا از بند توافقنامه دوحه خبر دارند. اونا از تمام امکانات لوجستیکی، کمک های مخفی، کمک های پولی، کمک های نقدی، از تمام بازی های اطلاع دارند. اونا هم کشورها هستند، اونها منافع دارند، مصالح دارند، به اصطلاح گروه های استخباراتی دارند. اینطور نیست که وا مثل افغانستان بدون قید و شرط باشه و وزیر مالیش میلیاردها دلار بگرزانه و برد افغانستان بشینه و رئیس جمهورش باز در دبی بره بشینه، رئیس جمهور دیگهش دشمن برادر خطاب بکنه. او کشورها هستند، تمامیت ارضی دارند، قانون اساسی دارند، ارز کشورهایشان برشان مطرح است و دفاع از کشورهایشان، دفاع از منافع و مصالحشان برشان ارزش درجه اول دارد. خو مثل افغانان نیست که به این شکل که متاسفانه ما هستیم. وزیر خارجه ما، وزیر داخلی ما، وزیر به اصطلاح امنیت ملی ما، رئیس جمهور ما پول دزدی میکنه، میره در خارج زندگی میکنه، باز از اونجا ببینید که از یک تریبون میگه ما حزب میسازم، ما چون میایم در افغانستان دوباره وای تو چی میگریزه میکنه؟ که اصلا باورت نبیه که رقم چه رقم یک آدمی که در این مقام بوده و چه رقم میگریزه، جناب ماموس باور فقط کردنی نیست. اجازه بدید که یک مثال خدمت شما عرض بکنم. من زمانی که در مصر معاصل بودم، در اسکندریه یک شهر است که بسیار یک شهر مقبول است، در اینجا امی کسایی که بازی میکنن در یک جای نوشته بود که نادی القوات المسلحه، یعنی این مخصوص قوات های مسلح است. باز من از یک کس سوال کردم، گفتم این مخصوص قوات های مسلح چرا است؟ گفت که در مصر قانونی است که یک سایه منصب اجازه نداره به خاطر سیاحت، به خاطر تداوی، به خاطر معالجات به خارج از کشور سفر بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رازهای کشور افشا نکنه. حال ببینین، ایره مقایسه کنین در افغانستان، که افغانستان رئیس جمهورش تابعیت خارجی داره، معاون رئیس جمهور تابعیت خارجی داره، رئیس امنیت تابعیت خارجی داره، رئیس قوات مسلح تابعیت خارجی داره، ستر محکمه تابعیت خارجی داره. از برای خدا شما ایره قضاوت بکنین و ایره تحلیل ارزیابی بکنین، ایره سنجش بکنین که افغانستان چه قسم یک نظام بوده، چه قسم یک مردم هستیم ما، و بالاخره آیا ما نجات پیدا میکنیم به می احساسات و به می بشکه بردن به و این که شکل جنرال موبین بشکه میبره و بشکه پایین میکنه؟ افغانستان هم یک کشور بی عزت است، هم قسم یک کشور است. به می شکل ما افغانستان می یادتان سازیم. باشه، یادتان باشه جنرال موبین وی خورده ریزگاکایی که یک دوست دیگه به نام امید خراسان، اینا با شکل بسیار بد زندگیشان خاتمه خود پیدا کرد. به این شکل نمیشه که با کل سرنوشت مردم افغانستان به حساب میده بازی خود اینا است یکی بکنن بازی بکنن. ما بازی از دیگراز پیچیده است و مصرفشان به اصطلاح تاوانشان که مردم افغانستان میته بسیار زیاد است. دیگر به این ترتیب ما به پایان این بحث تقریبا بدون نتیجه خود ما نزدیک میشیم و فقط همه قدر میبینیم با تشکر از بینندگان گرامی و شما غاصب که در این بحث شرکت کردین، این مسائل ما این در فرصت به طور زنجیری دنبال میکنیم و نظر خود خود اگر ما بگویم ایست که این حوادثی که اتفاق افتاد باز هم اتفاق میفته، باز هم اتفاق میفته و چیزی است از پشت سر یا از جناحین در حال آمدن است. تا برنامه بعد.